درود بر دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم بهتون طرز تهیه کیک هویج رو آموزش بدیم. مواد لازم برای تهیه این کیک رو خدمتتون عرض میکنم. آرد 2 پیمانه سرپر، هویج رنده شده 2 پیمانه سرخالی، تخم مرغ 4 عدد، شکر 3/4 پیمانه تا 1 پیمانه، روغن 1/2 پیمانه، گردو 1/2 پیمانه، وانیل 1 قاشق چای خوری، بیکینگ پودر 2 قاشق چای خوری، دارچین 1 قاشق چای خوری، هل 0.5 قاشق چای خوری، نصف قاشق چای خوری. دوستان عزیز، کارمون رو شروع میکنیم. تخم مرغ رو میشکونیم و بهتره که تخم مرغ ها تک تک هم زده بشن و یکی یکی به ظرف اضافه بشن تا کیکمون پف بیشتری بکنه، و هر چقدر که تخم مرغ ها رو بیشتر هم بزنیم و اونها رنگش سفیدتر بشه و حالت کف کرده و پف بیشتری بکنه، بعد کیکتون هم پف بیشتری خواهد کرد. و بهتر اینه که تخم مرغ و آردتون رو حداقل نیم ساعت قبل از تهیه کیکتون از یخچال خارج بکنید تا هم دمای محیط بشه تا کیکتون پف بیشتری بکنه. همونجوری که ببینیم ما داریم همچنان تخم مرغ ها رو هم میزنیم و تا رنگ اونها سفید بشه، و بعد چون که اینو خیلی پف کرد من رو به یه ظرف بزرگتری انتقال میدم چون الان باید مواد دیگر اضافه بکنم. شکر رو اضافه میکنم و باز هم اون رو هم میزنم و بگم که بهتر از دستگاه همزن برقی استفاده بکنید تا هم زدن براتون راحت تر باشه و بهتر پف بکنه کیکتون. و بعد از اون وانیل رو اضافه میکنم که بهتر همین وانیل در این مرحله به تخم مرغ اضافه بشه تا بر بوی کیکتون و بوی تخم مرغ غلبه کنه. و بعد از اینکه یه مقداری با اون هم زدم، روغن رو داریم میبینیم که اضافه کردم و با روغن همون رو هم میزنم. هر مرحله که هر ماده‌ای رو اضافه میکنیم بهترینه که 2 دقیقه حداقل اون رو هم بزنیم. و بعد از اون گردو رو دارید مشاهده میکنین که اضافه کردم و هویج رو، و باز هم اینها رو هم میزنم یک مقدار. وقتی هویج رو اضافه کردین یکم آرومتر هم بزنین چون که پخش نشه. و بعد از اون باید دارچین و آرد رو و هل رو باید با هم مخلوط کنین و بیکینگ پودر رو. من آردم رو قبلا 2 مرتبه الک کردم. شما هم بهتر آردتون رو 2 تا 3 مرحله حتی بیشتر الک بکنین، و حتی میتونید بعد از اضافه کردن هل و دارچین نیز اونا رو الک بکنید. بعد به طور خیلی آهسته آردتون رو که با مواد دیگه قاطی شد به تخم مرغ ها و اون شکر و اونایی که موادی که با هم همزده بودیم اضافه میکنیم به طور آهسته. این مرحله دیگه از همزن برقی استفاده نمی کنیم و با دست یا کارتک اون رو به آرامی هم میزنیم و بعد در قالبی که از قبل چرب کرده بودیم اضافه میکنیم. دوستان عزیز، لازم به توضیحه که من فر رو 15 دقیقه قبل روشن کردم تا گرم بشه و درجهش رو روی 200 درجه قرار دادم. وقتی که موادتون رو در قالب ریختین و قالب رو در فر قرار میدین، من درجه رو روی 200 درجه تنظیم میکنم به طور متوسط و روی 40 دقیقه قرار میدم. شما هم بستگی در همین حدود میشه، ولی خب بستگی به درجه فرتون هم داره، حرارت فرتون. دوستان عزیز، همونطور که مشاهده میکنین کیک ما آماده شد و میذاریم یه مقدار خنک بشه و تزیین اون رو شروع میکنیم به دلخواه، و حتی میتونیم رو تزیین نکنیم و کنار چای به عنوان عصرانه میل بکنیم. و این تزیینی که الان شما دارین میبینین، این هویج هایی که من روی کیک قرار میدم با حلوای هویج اینا رو آماده کردم که در برنامه بعدی بتونم امیدوارم بتونم بهتون آموزشش رو بدم. دوستان خوشحال میشیم ما رو سابسکرایب و حمایت بکنین تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.